سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز. همچنان در رسانه‌های مختلف درباره حمله موشکی ایران به فلسطین به آسمان، یعنی موشکایی که رفت تو فلسطین اشغالی، اینجوری بسید بگم، هنوز دارن درباره اینا صحبت میکنن و فیلم‌ها و تصاویرشون مورد بررسی قرار میدن. کارشناس‌های مختلف به تجزیه و تحلیل رفتار ایران میپردازن و و و حرفای از این دست. ما میخواییم بخشی از صحبت‌های یک دیپلمات انگلیسی که در فضای فارسی زبان ترجمه شده مورد توجه قرار گرفته درباره عملیاتی که ایران انجام داد رو مورد بررسی قرار بدیم. بعد از آن برمیگردم، نکات ویژه‌ای دارم مفصل خدمت شما عرض خواهم کرد. فقط یه چیزی خدمت شما بگم قبل از اینکه این شروع بشه، چند تا برنامه می‌خواستم بگم یادم رفت. ما الان درباره همه اینا صحبت کردیم که خب آقا فناوری طرف مقابل به چالش کشیده شد، فلان شد، بیسار شد. ما نشون دادیم با چیزی که خودمون ساختیم در برابر امنیتی که تو با تسلیحات غربی داری حفظش میکنی، تو از خودت که نداری، خودت که نساختی، که با کمک غربی داری حفظش میکنی. ما در مقابل این حرف خیلی زیاد داریم برای گفتن و به چالش میکشیم، میزنیم، فلان میکنیم. همه اینا سر جای خودش. من نکته که میخوام به شما عرض بکنم اینه: رژیم اگر سامانه دفاعی بروزسری داشت برای دفاع از خودش در مقابل ایران می آورد. اگر چیزی الان در دنیا وجود داشت حتما می آورد، استفاده می کرد، درسته؟ که به چالش کشیده نشه. اما درباره پس این بروزترین چیزیه که در مقابل ما بود. اما چیزی که ما در عملیات اخیر استفاده کردیم و رفت سامانه ها و مراکز رژیم رو زد، این تسلیحاتیه که 5 سال پیش رونمایی شده ها، 3 سال پیش نهایتاً رونمایی شده ها. میدونید این حرف یعنی چی؟ یعنی شما بدونید حداقل 5 سال از آزمایش های موفقش در ایران گذشته که تازه من به این جنبندی رسیدم دیگه با خیال راحت رونمایی کن. کسی نمیتونه با این کاری بکنه. اینا مال 3 سال پیش به قبل رونماییش. الان آنهایی که ایران در اختیار دارد کارهای بسیار جذاب تری میتواند انجام بدهد. اینا رو گفتم نه برای اینکه بگم ایران قدرتمنده. میخواستم بگم همه کارشناسایی که در دنیا الان دارن درباره تسلیحات شما صحبت میکنن و عملیات شما، بدانید و آگاه باشید که دارن درباره 3 سال پیش به قبل شما حرف میزنن. بریم ببینیم برمیگردیم. Well, you know, Russia has had the same dilemma, and during the war in Ukraine there have been times where they've had setbacks, reversals, and they've had to stop and think and reassess, and actually then there've been changes in the senior military leadership in Moscow. So, I mean, these things are not confined to Iran. It's a general problem about this dilemma that, you know, if you act with restraint, it'll get wrongly interpreted as weakness and actually bring the war you don't want onto you. And it was the supreme leader who had ordered, if you like, the attack in retribution for the killing of Haniyeh. And it came from the top, therefore, from the head of the Security Council. So there is a lot of sort of concern. I'm sure it'll pass, but I think that's one of the reasons we had what we had, the recent missile attack in. خیلی خوب، اجازه بدید شما بررسی کنم. میگه که میدانم روسیه هم با چنین دوراهی روبرو شده. هنگام جنگ اوکراین بارها شده که آنها عقب نشینی و حرکت معکوس داشتن و باید جنگ را متوقف میکردن و دوباره می نشستن شرایط را ارزیابی می کردن و تغییراتی بزرگ را در دستگاه ارشد نظامی مسکو به عمل می آوردن. چنین دوراهی های تنها مشکل ایران نیستن، بلکه امری کلی است که اگر خویشتنداری کنید به اشتباه ضعف قلم داد می شود و جنگی را رقم خواهد زد که تو نمی خواستی رقم بخوره. اینو داشته باشید، در برایش نکاتی خواهم گفت. این رهبر عالی ایران بود که در خونخواهی از هنیه فرمان حمله تلافی جویانه را صادر کرد. بنابراین فرمان این حمله از مرجع بالاتر، یعنی رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران صادر شد. لذا نگرانی های بسیاری در این زمینه وجود داشت که از دید من برطرف شدن و دلیلش هم این حمله موشکی اخیر ایران هست که میبینید. من 2 تا نکته خدمت شما عرض بکنم.
میگه وقتی رهبر ایران گفت حمله دیگه ما مطمئن شدیم ایران میزنه، ما مطمئن شدیم که ایران میزنه، این تحت هیچ عنوان در مسئله تردید ایجاد نخواهد شد. اما مسئله بعدی که میخوام خدمت شما عرض بکنم، میگه یه جاهایی شما در مدیریت بازی خودت باید یه کارهایی بکنی که از اون کار تو و از اون تعامل تو عده‌ای ممکن است ترس برداشت بکنن. و میگه ایران تو این شرایط قرار گرفت، یا سریا گفتن آه میترسی، این از کاری که انجام میده میترسی. اگر کسی در این شرایط قرار بگیره که ایران یه نمونش بود و توانش را داشته باشد، اون وقت برای عبور از این قضیه کاری میکند که خیلی ها معنای نترس بودن را بفهمند. ما سر این دوراهیه قرار گرفتیم، کاری کردیم که حالا طرف مقابل داره میفهمه که بازی چه شکلیه. و غافلگیری عجیبی هم ایران برای اینها رقم زد. خدمت شما عرض کردم ایران به اینا گفت 11 ساعت دیگه حمله میکنه، که اینا یه دفعه شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها کاملا آروم بود، یه دفعه همه شروع کردن گفتن ایران اطلاع داده است میخواد حمله بکنه، رژیم صهیونیستی گفته میخواد حمله کنه. تو فضای فارسی زبان بعضی شروع کردن ایران چجوری بگم کلمه‌اش چی بود، ایران رو قضاوت کردن، ایران رو قضاوت کردن، گفتن دوباره رفته بهش و اطلاع داده که میخواد 11 ساعت دیگه بزنه. خب اینا آماده میشن دیگه، همه داشتن درباره این صحبت میکردن. یک ساعت بعد ایران فلسطین اشغالی رو مورد عنایت قرار داد. بعدن فهمیدن که غافلگیری یعنی این که اولا در جریان باش، من حتما شلیک میکنم و حتما میزنم، دوما ساعتش دیگه به خودم ربط داره، ساعتش ممکنه 11 ساعت بعد نباشه، یک ساعت بعد باشه که نظاره میکنی. بریم ادامهش رو ببینیم، برمیگردیم. Israel as Iran wanted to recuperate a sort of sense of deterrence, a sense that they are serious and that also to show that they have the capabilities, a missile, because of course their restraint on the 13th of April when they fired missiles before was misinterpreted completely as oh, well, we all just, you know, they were all knocked out. 99% were knocked out by our superb air defense systems. And so now they've had to demonstrate that actually Israel's air defense systems are not very effective. And they're quite capable of landing ballistic missiles as desired on target in Israel at very short notice. خیلی خوب، این ویدیو رو با هم دیگه دیدیم، ادامهش رو با هم بررسی کنیم. میگه که ایران با این حمله حس بازدارندگی خود را بازگرداند و نشان داد که جدی است و چنین توانمندی موشکی دارد، زیرا خیشتنداری ایران در سبک حمله موشکی 13 آوریل به اشتباه برای اسرائیلی ها تعبیر شده بود و اسرائیلی ها ادعا کردند ما همه 99% موشک ایران را زدیم، رهگیری کردیم. اینجا بود که ایران باید نشان میداد که سامانه پدافندی رژیم کاملا ناکارآمد است و آنها در کسری از زمان در فرود آوردن موشک‌های بالستیک خود در اهداف دلخواه خود در اسرائیل بسیار توانمند هستند. میگه چیزی که اتفاق افتاد سری قبلی بود که رژیم اومد گفت من 99% زدم. همون سری قبلی هم که اینا همچین ادعایی می‌کردن، فیلم همه پرتابه‌هایی که اصابت کرده بود موجود بود. مابقیش هم اینا سانسور کرده بودند. میگه اون اتفاقی که افتاد، اینا هی ادعا کردن ما زدیم، ایران با خودش گفت خیلی خوب، اگه این شکلیه شاید واقعا توهم زده فهم کنه جلو من کاره ایه، بذار من این بار یه سری موشک بریزم رو سرش و هیچ کدوم رو نتونه بزنه و انکار هم نتونه بکنه، رسانه های عالم همه در حال تاثیربرداری ازش باشن، بعد اون وقت بهش میگم دنیا دستی کیه. این آن چیزی هست که این روزها اتفاق افتاده، بسیاری رو دچار حیرت کرده و من فکر میکنم خود طرفهای غربی هم وقتی نگاه بکنن به این مسئله کاملا چجوری به شما بگم حق میدهند، به مدل بازی ایران حق میدهند و این مسئله بود که باید خدمت شما عرض کنم. نکته دیگه ندارم، اگر شما نکته داشتین بسی بود حتما در قالب پیام برای من بفرستید. ایران 14313 پل ارتباطی من و شما هست. دو تا مسئله مهم، یک، کانال ما در تلگرام، از همه چیز مهمتره تلگرام بیایید. ببین یکی که بخواد دنبال مسئله مالی باشه، یکی که دغدغش باشه که از تبلیغات بتونی کسب درآمد خوبی داشته باشه، همه راه ها رو میبنده، به شما میگه یوتیوب. درسته؟ این بخشی از داستان دیگه. ما همه ویدیوها رو، صوتش و کم حجمش و همه چیشو در تلگرام داریم.
و من مدام دارم به شما میگم تلگرام. رفیقی نباشه که اینجا توی یوتیوب باشه تلگرام ما رو اونجا ما آخه متن داریم میگیم، ما حرفای مهم داریم میگیم، ما اخبار رو در لحظه داریم میگیم، ما ویدیوهایی داریم برای شما در تلگرام نشون میدیم. اینجا محدوده، اینجا سانسوره، اینجا اجازه انتشارش نیست. پس بیاید در تلگرام در کنار ما باشید، یوتیوب ما رو هم دنبال بکنید، ویدیوها با کیفیت اینجا هست، ویژه تر اینجا هست، ولی اخبار رو از طریق تلگرام بگیرید در کنار ما که آنجا نکات ویژه‌ای برای شما خواهیم داشت. بریم چند تا پیام با هم بخونیم ببینیم که دوستان ما چه حرفایی برای ما گفتن. اجازه بدید من یکی دو مورد رو ببینم. رفیق عزیزی نوشته که آها، گفته من چند تا همکار دارم که همگی مسلمان هستن، کاش میگفتی کنیم کشور. باورتون نمیشه چقدر اینا خوشحال بودن و یه جوری با غرور اسم ایران رو میگفتن و شکر خدا میکردن که نگو. دیگه این که نبودید، ببینید چه جوری دست واسمون بلند میکردن و برای پیروزی ایران دعا میکردن. همشون هم سنی مذهب هستن و هر کدوم واسه یه طرفی بودن. حس چه جوری بود وقتی از ایران حالشون خوب بود؟ حس خوبه رو داشتی درسته؟ خیلی ها امروز در منطقه ما حالشون همینه. حالا از بین بچه‌هایی که پیاماشون کمتر دیده میشه، این روزا بچه‌های افغانستانیان خیلی به من پیام دادن، خیلی به من پیام دادن مفصل، آقا ما خیلی خوشحالیم بابت کارهای ایران، آقا دم ایران گرم، ما اگر بشه دوست داریم در کنار ایران باشیم، اگه لازم باشه ما هم هستیم، فلان از این صحبت‌ها. من همه این پیام ها رو میبینم، رفقای عرب زبان ما از این پیام ها میدن، رفقای تاجیکستانی ما، رفقای دیگر، همه این حسو دارن، پاکستانی این حسو داره، دیگران همه از بابت عملیاتی که رخ داد خوشحالن، به خودشون افتخار میکنن، به خودشون افتخار میکنن. حتی سعودی ها توی توییتر، همشون نه، یه بخششون که حالا داستانای دیگری دارن، التماس دعا کاری نداریم، یه بخششون بسیار خوشحال بودن این چند وقته. تونس، لیبی، ما از همه اینا پیام داشتیم این چند وقته، در شبکه‌های اجتماعی ابراز خوشحالی میکرد. این حس خوبیه، این حس خوبیه. ما باید در یک نقطه رسانه که ما نداریم، ایران رسانه که نداره، من باید در یک نقطه قرار میگرفتم، صداقت خودم رو به همه توضیح میدادم و بعد به همه میگفتم که ببین اگر من قدرتمند شدم تو به خودت افتخار کن، سلاح من تهدیدی برای شماها نیست. فکر میکنم الان فقط ایران در دنیا این موقعیت رو داشته باشه که وقتی قدرتمند بشود ملت‌های اطرافش ابراز ناراحتی نکنن، البته دولت‌ها هم نباید بکنن، دولت‌ها هم نباید بکنن. امارات و عربستانش هم که علیه ما همین الان در حوزه سایبری رسانه‌ای دارن دشمنی میکنن شدید، همینا الان به مشکل بر بخورن ایران یاریشون میکنه. کسی هست شک داشته باشه؟ کسی که در این شکی نداره، ترکیه و قطرش نمونه های هستن، اینا در اوج لجبازی ما بودن، دچار بحران هایی شدن، ایران رفت کمک کرد. مدل ایران این است و خوشحالم که این روسا میبینم همه این رو به خوبی درک کردن. و اگر این حس مثبت رو نسبت به ایران دارید، هموطن من نیستید، حرفای من رو گوش میدید، ملیت های دیگر هستین، برای پیروزی این ایران دعا بکنید، چون پیروزی این ایران پیروزی همه این ملت ها قطعا میباشد. دوست دیگری در پیام خودش نوشته که آها، گفته من از بچه های بندر هستم، مردم قایق دارن، چندین بار در رزمایش ها شرکت کردم. بله، ما تصاویر حضور قایق های مردمی در رزمایش های نیروهای مسلح ایران رو در جنوب کشور دیدیم. عرض ادب خدمت شما رفیق عزیزم. شیرمردان جنوب در جنگ 59 با قایق‌هاشون شرکت کردن، خصوصا هنگام محاصره آبادان. دمت گرم، خیلی ازت ممنونم، این پیامت خیلی من رو خوشحال کرد، امیدوارم سربلند و سلامت باشی. رفیق دیگری گفته که حمله ایران رو که زد دل فلسطینی ها رو شاد کرد، باعث شد خوشحال باشن، برقصن، ابراز شادی بکنن. خیلی خوشحالم، من سنی هستم، به خدا افتخار میکنم که ایران بدونیم. دمت گرم، ایشالله هر کجا هستی سربلند و سلامت باشی، دلت شاد باشه. رفیق دیگری از بچه خارج از کشور گفته سلام، چگونه میتوان از خارج به لبنان کمک کرد؟ شماره حساب زیاده برای کسانی که شماره حسابی معتبر که باش میتونی به لبنان کمک بکنی. دو تا راه هست، یک، بفرستید برای دوستان قابل اعتمادتون در تهران، اونا بریزن به اون شماره حسابی که مد نظرتونه. دو، خودتون برید در خارج از کشور یه صرافی پیدا کنید بریزید به اون شماره حسابه. اگر احساس میکنید، چون شماره حساب‌ها بعضیش به نام حمایت از لبنان هست، اگر احساس میکنید تو اون صرافی ممکنه مسئله پیش بیاد، چالشی پیش بیاد، راه مطمئن اینه برای رفیق در داخل بریزید، اون از طرف شما به اون شماره حساب واریز کنه. ما هم یک شماره حساب خودمون نه، هیچ وقت ما تو هیچ داستانه این شکلی ما شماره حساب نمیدیم، چون جاهای معتبر هست.
از همین جاهای معتبر یکی از گروهایی که رفته در لبنان داره زحمت میکشه، کمک میکنه در میدانه، ما شماره حساب یکیشون رو داخل کانالمون گذاشتیم. فیلم هاشون هم هر روز برای ما میفرستن، کارهایی که دارن در لبنان میکنن، زحمتی که دارن میکشن، ما میفرستیم، مخاطبا میبینن، اونا از اونجا با مخاطبا صحبت میکنن، کاراشون رو میگن، دوستان میتونن واریز میکنن. اگر دوست داشتید از این طریق هم میتونید، یعنی بفرستید برای یکی در داخل، اون بفرسته به این شماره حسابی که ما گذاشتیم، از این طریق انجام بشود. اینا دیگه داخل تلگرامه، من اینجا خیلی دربارش نمیتونم صحبت بکنم، نکته دیگه ای ندارم. اگر بحث چیزی بود در قالب پیام برای من بفرستید. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم، وقتتون بخیر.